نلی خامنه‌ای روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت همراه ما هستند. در مورد همین وضعیت نابسامان توزیع بنزین و گازوئیل و فروش آزاد اون که طبق برخی گزارش‌ها به لیتری 30,000 تومان هم رسیده بنزین، بیشتر توضیح بدید. سلام عرض ادب. بله، این وضعیتی هست که ما در دیروز شاهدش هستیم و همچنان هم پیش بینی ها نشان می‌دهد که در سایه بیکفایتی مدیران و در سایه فساد و رانتی که وجود داره و تا الان در حتی اون سیستم و در سرورهایی که به روز رسانی نشده و من وقتی که داشتم تحلیل کارشناسان بخش آیتی رو می‌خوندم می‌دیدم که چه فاجعه ای در سیستم های وجود در این نرم افزارهایی که وجود داره، حالا بعداً در موردش توضیح میدیم. این در سایه این ما همچین رحمتی رو میبینیم که به همچین رنجی رو میبینیم که برای مردم ایجاد کردن. و اگرچه خب آقای رئیس جمهور در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق خب که اشتباه گرفته با نامنگاری های اداری این شبکه رو، این صفحه رو دستور دادن به مدیران خودشون که زودتر نسبت به رفع مشکل اقدام بکنید، اما میبینیم که همچنان این مشکل وجود داره و حتی مردم هم که علارغم این که این مدیران گفتن ما به زودی این رو رفعش میکنیم، میبینیم که مردم هنوز هم به اینها اعتماد نمیکنن. اما آنچه که واقعا وقتی که یه مقدار آدم بهش فکر میکنه این هستش که ما با یک حکومتی مواجه هستیم که حتی حاضر نشده در این وسط در مورد بنزین که یک کالای استراتژیک هست، یک کالای مهم هست و بر زندگی خیلی از مردم تأثیر مستقیم داره و خیلی از مردم الان دارن با ماشین‌ها و با خودروهایی که دارن درآمدزایی میکنن، مسافر در سطح شهر جابجا میکنن، خیلی از مردم برای رفتن به محله‌های کارشون باید با خودرو، با تاکسی و اسنپ و اینها جابجا بشن، اما حاضر نشده کمی چشم پوشی بکنه و به مردم امتیازهایی رو بده و تنها به اونها میگه که بیاید و من و محدود بنزین 3000 تومانی و به قول شما در بعضی از جاها به چند برابر قیمت دارن بنزین رو به مردم عرضه میکنن. و باز هم میبینیم که اینجا این مردم هستند که دارن زیر بار مشکلاتی که ناشی از حکم رانی متاسفانه فاجعه بار هستش دارن له میشن و رنجش رو به دوش میکشن. متشکرم از توضیحات شما لیلی خامنه، روزنامه نگار اقتصادی فرانکفورت.